دو تا تراژدی غیر از تراژدی های باستان و قدیم، سوفوکل رئیس همه است و آنتیگونه مهمه، توی بعدش از قرن 15 هم به بعد شکسپیر وارد میشه قرن 16-17. چند تا معروفترینش که همه راجبش نظر میدن و دادن، هملت اوتلو خیلی محبوبم هست و مکبسه. چه لزومی برای ساخت این فیلم چهار سیاه‌سفیده؟ حالا پردرم سعی کرده چارخونه بگیره با این توجیه که توجیه به نظرم خیلی غیر سینماییه که فشار رو نشون بده رو کاراکتر، خیلی جا مربع کادر. تو مکبث تضاد بین خیر و شر در درون آدم، تضاد بین داشتن زندگی به هر قیمت یا نداشتنش روی اسکول وایساده. از این نظر به نظر من مکبث تماتیک ساده تره، یعنی قابل دست رسی تره تا هملت تا لیر. خب سیر خونه که زیاد دیده بودم، درس داده بودم، نشستم پولانسکی رو دیدم، دوباره مکبث ولزم دیدم که شروع خیلی خوبی داره، یعنی جادوگراش به شدت جادوگران و به شدت با روحیه شکسپیری نزدیک. توی این آخرین مکبث جادوگر به نظر من اصلا شکسپیری نیست. اولا که سه خواهر که تو آب تکثیر میشه دو، بعد سومیش نفهمیدیم چجوری اومد اینا. اصلا اون فاتالیزمی که حاکمه بر اینا و پیشگویی آینده ساحره بودن در نمیاد، جا مسخره بازی با انگشته بازی میکنه و کسی از این کارهایی که مطلقا در نمیاره. تو کار ولز در اومده جادوگرا، تو مال پولانسکی هم که فیلم خوبی نیست و باید متحدم، اونجا هم جادوگرا بد نیستن، یه جادوگر دیگن اما بد نیستن. اصلا توی مال ولز به نظرم از همه نزدیکترن جادوگراش. تو فیلم کوروساوا این سه تا زن جادوگر تبدیل به یکی میشن و خیلی هم عجیب و غریب داره یک چرخ رویسندگی با نوع نور پردازی. یعنی شکسپیر رو یه کار عجیبی میکنه کوروساوا، اینکه شکسپیر رو ترجمه ژاپنی نمیکنه، بلکه شکسپیر رو تو فرهنگ خودش پیدا میکنه. مکبث رو اگر تو نخونده باشی از دیدنش روی صحنه تئاتر یا پرده سینما نمیفهمی که چی شد. اینکه اومد از جنگ پیروز برگشت و شاه هم به شدت ازش دفاع کرد، این میاد و مورد توجه شاه قرار میگیره، مستقل از اینکه ما تو راه دیدیم جادوگرا چه پیشگویی کرد. سه تا جادوگرا پیشگویی کردن، اولیش به وقوع میپیونده، اون آدم خائن مال اون منطقه و این صاحب اون منطقه میشه، فرمانروا میشه. این زمانی که احتیاج داره من مخاطب که شکسپیر رو نخوندم از فیلم بعد بفهمم، احتیاج داره از اون لحظه‌ای که این اومده از شاه هم دفاع میکنه، شاه هم نجیب زاده یه فروتن آدم معقولیه، من هم طرفدارشه، چه این لحظه به مرگ میانجامه. تو این فیلم آخر خیلی سریعه، یعنی اینقدر سریعه از این لحظه تا مرگ، اصلا تو کی میپذیری که این جنایت رو انجام داده؟ منطق جنایت در نمیاد، منطق جنایت تو اثر کوروساوا در میاد. من باید بونه مکبث آشنا بشم، حتی گاهی بتونم همزاد پنداری کنم، اگر یعنی تراژدی نبود با تراژدی باید بشه همزاد پنداری کرد، اساسا به دلیل مینیمالیزم حاکم بر کار، مینیمالیزمی که در فرم در اجرا اثر رو میکشونه به این که دیگه شما مکان نداری، فضا در واقع نداری و اصلا نمیفهمی که حالا بعضی از این کارت‌پستالای بیرونی بیابون جنگل اینا به چه کار آیدات، به هیچی. کل متد مینیمال علیه مکبثه. جای دوربین، دکور، زاویه دوربین، آینگلای دوربین بالای 90% میماردن و لوانگلا هم همینطور، یعنی از پایین داره به یه سوراخی نگاه میکنه که یکی دوشه، هیچ منطقه نداره. من به نظرم مسئله کشتن و لحظه قتل مهمه، با اینکه شکسپیر هم به سرعت ازش رد میشه، اما یه کاری که شکسپیر میکنه اینه که تضاد درونی رو و عامل رشد این تضاد رو، این تضاد حتما در من هست که یکی میتونه اینو رشد بده. لیدی مکبث وقتی میتونه سوار شوهرش بشه تو این بس کار کنه که دیده باشه چیزی در رو مردانگیش میسته، تو همه نسخه ها این هست، بعضی جا در میاد، اینجا که اصلا در
در نیامده، این آخری اصلا در نیامده. یکی مسئله مردانگیه، دو مسئله قدرت طلبیشه. این تضاد تو اینجا در نمیاد، تضاد بین این که از لحظه وسوسه تو عمل در نمیاد. یعنی چی؟ یعنی من مواجه نمیشم به کلنجار درونی با صداهای سوبژکتیو کاراکتر، صدایی که نیاز به سوبژکتیو بودن دارم. هر چقدر تو من کلوزآپ بدی، هر چقدر که این چهره ای رو که من دوست دارم، من نزدیک شدم رو دوست دارم، هیچی من نمیدی از این تضاد که یهو تصمیم رو میدی. من به نظرم آخر فیلم دیگه واقعا کارتونیه، این برانداز. این که جنگل اگر را بیفته، ما تو فیلم کوروسوها واقعا جنگل. این برگا شبیه این کاغذ‌های چیز میمونه، مسابقات تلویزیونیه که پخش میکنن، یعنی ابدا جنگل نمیست. من کلن از فیلم میگیرم اینه که این دوستان ما با سیاسفی، با اکسپرسیونیست، با مینیمالیست نمایی دیگه، با همه این با همه را بازی میکنن، یعنی قادر نیستن سیاسفی من رو قانع کنه. آقا این فیلم سیاسفیده، ولی معلومه فیلم سیاسفیده، سریر خون معلومه این سیاسفیده، اینجا الان نیست. دو، هم اکسپرسیونیزمشون قلابیه و سطحیه با سایه ها که اصلا اکسپرسیونیستی نمیشه، سوپر پست مدرن میشه. هم مینیمالیسمشون به شدت سطحیه. تو بازیگیری اینا همه وبال گردن میشه. یعنی من از مکبث ترجیح میدم اینو سریع فیلمو تموم کنم، خستمم میکنه، سریع برم کتاب شکسپیر بخونم.